دیدم برنامه‌تون حسابی پره اسمه و اینکه زحمت کشیدید و لطف کردین تو لایو من اومدید. خواهش میکنم، خیلی خوشحالم. مرسی، مرسی از دعوتت. من در خدمتتون هستم بیتای عزیزم. مرسی. سلام عرض میکنم به همه عزیزان، تشریف آوردن تو لایو. این لایو رو من گذاشتم و سارا جون خواستم تشریف بیارم برای یه سری سوالای پرتکرار رو جواب بدیم با هم دیگه. قبل از هر چیزی اجازه بدین یه معرفی داشته باشیم. اگه اجازه بدین اول من شروع میکنم برای مخاطبین شما و بعد شما لطفا. قربون شما، مرسی. من بیتا هستم، 9 ساله به کانادا مهاجرت کردم، به ونکوور کانادا به اتفاق همسرم و پدرم. 8 سال سابقه مهندسی کامپیوتر دارم، در حوزه دیتا به عنوان دیتا انجینیر مشغولم. 10 سال در ایران مدرس کامپیوتر در دانشگاه مختلف و فوق لیسانس انترپرنورشیپ کارآفرینی کسب و کار جدید رو دارم. همیشه دوست داشتم از تلفیق دو تا کار یعنی بیزنس هر چقدر کوچیک برای خودم داشته باشم. 9 سال بعد از اینکه مهاجرت کردم اومدم اینجا، کرونا شد و دیگه میدونید دیگه شرایط اقتصادی زیاد مناسب نبود، خیلی شرکت ها بستن و ورشکسته شدن، خیلی از کارمندا لی‌آف شدن، من خودم جزو اون دسته از کارمندها بودم. ولی به همین جهت تصمیم گرفتم که من باید یه پلن بی برای خودم که نمیشه واقعا به این وضعیت اعتماد کرد. هر روز ممکنه حتی اگه شاغل هم باشی خیلی راحت شرکت میتونه به یه بهانه ای تو رو کنار بذاره. بعد از مدت ها کار کردم به همجد سال 2023 پارسال من تمام هموقممو گذاشتم برای اینکه جستجو کنم چه کارا میتونم انجام بدم. حالا این پروسش که چجوری به اینجا رسیدم داستانی داره، اما بالاخره این اد رو دیدم و به خاطر اینکه دانش زیادی تو اون سال جمع کرده بود کاملا اعتماد منو جلب کرد و شما عزیز رو پیدا کردم و بعد از اون وارد این سیستم شدم. خیلی خوشحالم این بیزنس رو شروع کردم، چون واقعا من این بیزنس رو یه بیزنس پربرکت میدونم، باور دارم بهش و خیلی متاسفم از اینکه چرا انقدر دیر شروع کردم. هممون همینو میگیم، جمله مشترک همه ماست. خدا فرمایید سارا جون. شما، منم سارا هستم، سارا سلیقه دار. منم 10 ساله که مهاجرت کردم و 2 بچه کوچیک دارم، یه دختر و یک پسر که اینجا به دنیا آمدن. بک‌گراند در واقع تحصیلیم در ایران مالی بود و تو حوزه مالی و فایننس کار کردم، ولی وارد کانادا که شدم رفتم سراغ علاقمندی‌های خودم که کار کردم با دنیای شیرین بچه ها بود. Early Childhood Education رو خوندم، تو این زمینه کار کردم، ولی بعد از تولد دخترم حس کردم که نیاز دارم یک مادر تمام وقت باشم کنارش و وارد دنیای آنلاین شدم. منم از هر روش درآمدزایی آنلاین که فکرشو بکنین تست کردم، امتحان کردم، تحقیق کردم. خودم حدود فکر میکنم دیگه 10 سالی هست که توی سوشیال مدیا فعالم، ولی در زمینه درآمدزایی از دنیای آنلاین کار فروش در سایت آمازون، در با کمپانی آمازون، آمازون امریکا، و بعد از اون تو سال 2018 یکی از بستلرهای سایت آمازون بودم. هنوزم در واقع کالاهای دیجیتالی در سایت آمازون دارم برای فروش. ولی در هر حال با همه این برنامه ها، با این همه تحقیق و بک‌گراند کارهای آنلاین، همچنان دنبال یک روشی بودم که اتوماتد باشه، وقت کمتری از من بگیره و درآمد بیشتری بده و ریسک کمتری داشته باشه. که منم سال 2019 با این سیستم درآمدزایی آنلاین آشنا شدم و استارت زدم. الان خوشحالم که صدها نفر از سراسر دنیا فارسی زبان و غیر فارسی زبان در واقع دارن با سیستم من، با گروه ما دارن پیش میرن و همین. سوالی که میپرسن دوستان همیشه میگن که وارد این بیزنس اول اینکه چطور وارد این بیزنس شدین، چرا این بیزنس رو انتخاب کردید؟ درسته.
عرض کنم که من همطور که گفتم دوست داشتم که یک بیزینسی باشه که کم ریسک باشه. خب بیزینسی که الان ما داریم اصلا ریسک نداره، یعنی فری ریسکه و یه سرمایه کوچولوی اولیه میخواد. هر کسی با هر بودجه واقعا میتونه استارت بزنه. خب من با ماکسیموم سرمایه گذاری استارت زدم که حدود 12,000 دلاره، ولی با کمتر از اونم میشه استارت زد. و حالا اون حالا شاید بپرسن که اصلا سرمایه روی چی هستش. ما توی این سیستم با کمپانی هایی کار میکنیم که معتبر و اینترنشنال هستن، کمک میکنیم به فروش کالاهای یا ارائه خدماتشون، و به این ترتیب از طریق دیجیتال مارکتینگ، دانش دیجیتال مارکتینگ که یاد میگیریم، و به این ترتیب با هر فروشی که از طریق ما صورت میگیره خیلی ساده ما واسطه فروش هستیم و کامیشن دریافت میکنیم. در واقع افیلیت مارکتینگ اتفاق افتاده. دوستانی که با در واقع کارهای آنلاین آشنا هستند واژه افیلیت مارکتینگ رو میدونن، واسطه فروش یک محصول یا یک خدمات خاص. این کاریه که ما انجام میدیم. من تو که گفتم چون ریسکی نداره، اون کالا یا اون خدمات هم در قالب اون سرمایه که انجام میدیم میاد باز وارد زندگی خودمون میشه. یک دنیایی از دانش دیجیتال مارکتینگ رو ما استارت میزنیم، دسترسی تمام وقت و نامحدود داریم به ترینینگ سایتمون، و که این دانش رو میتونیم توی زمینه های دیگه به کار ببریم. همونطور که میدونی ویتا جون، توی سیستم ما خیلی ها حالا بیزینس های جانبی، کار جانبی دارن. ما خیلی ریل استیت بروکر داریم، نمیدونم اینشورنس بروکر داریم و خیلی پروفشنال های دیگه که وارد این سیستم شدن. از علم دیجیتال مارکتینگ که دارن از این سیستم یاد میگیرن، توی کار خودشون هم دارن استفاده میکنن، و به جای اینکه پول بدن به یک کمپانی دیگه برای تبلیغات، ران کردن کمپین های تبلیغاتی ما توی این سیستم یاد میگیریم، و در واقع یک تیر و چند تا هدف نشونه گیری میشه. و درآمدش هم که دیگه نگم براتون. درآمدش خب یکی دیگه از دلایلی بود که من استارت دادم، چون وارد دوره آزمایش که شدم و وارد اون کامیونیتی که اون زمان 23,000 نفر بودیم، فکر میکنم شدم کمتر، ولی الان ماشاءالله نزدیک 200,000 نفر هستیم. و خب درآمدهایی که شیر میشد، خب من توی آمازون به عنوان یک بستلر باز خوب درآمد داشتم، ولی نه به اون درآمدهایی که داشت توی کامیونیتی شیر میشد، باز به اون اندازه نبود. و دلم میخواست که منم تجربه بکنم، و اینا دلایل من، و خیلی دلایل دیگه هم دارم که اگه بخوام توضیح بدم همینجوری وقت لایف گرفته میشه. میدونی سارا جون، من دلیلی که من داشتم، من تو اون سال پارسال کاملا دنبال بیزنس پلان های مختلف بودم، مثلا میخواستم استراتژی های مختلف کنم، یه کار آنلاین شروع کنم. خب درسته. من چقدر من باید هزینه کنم، چقدر باید آزمایش رو خطا کنم برای اینکه اولا یه بیزنس پلان یا یه نقشه راه پیدا کنم، دل اون یک مارکتینگ پلانی بذارم، سود و زیان رو بررسی کنم، بعد نمیدونم ببینم چقدر درآمد این وسط عاید من میشه. همه اینا چون این کارم نبودم، باید یه نفر رو هایر میکردم که این کار رو بر من انجام که این کار رو بکنه. این بماند، هزینه های وبسایت، پلتفرم، نمیدونم ایمیل مارکتینگ، همه اینا رو وقتی حساب کتاب میکردم، میدم بابا یه کلمه چه ریسک بالایی، چه ریسک. آره. اما و خیلی های دیگه مطمئنا دنبال ریسک بالا نیستیم، ریسک پایین اما سودهی بالا، و مطمئنا میشه خب بعد به این نتیجه رسیدم که خب چرا از سیستم های فرانچایز، من با این سیستم یک فرانچایز آنلاین هستش، سیستم فرانچایزیه که در قبال یه سرمایه گذاری به شما یه آیدی خودش رو به همراه یه پکیجی از محصولاتش یا فناوریش و آموزشش رو در اختیارت قرار میده، تا تو با اون بیزنس آیدی که میگیری و این پکیج بیزنس خودت رو ران کنی. و دیدم که دقیقا این سیستم داره این کار رو انجام میده. سیستم ما الان همینه، داره به ما تمام این پلتفرم و تمام این ایمیل مارکتینگ و فانل فروش و برندینگ کامل، یعنی استراتژی روش، استراتژی فروش، همه چی در قالب یه پکیج به اضافه یه آموزش کامل، یک آموز
که 7 تا پلتفرم جهانی رو ما داریم کار میکنیم. این فوق‌العاده است. این رو داریم با یه سرمایه گذاری بسیار کم، بسیار کم در مقایسه با سرمایه گذاری آفلاین و دیگر و اون سرمایه گذاری آنلاین دیگه. این سرمایه گذاری واقعا چیزی نیست. ما یه بیزنس آیدی میگیریم که تمام این امکانات رو داره و بعد اون بیزنس مال خودمون میشه و این بیزنس مال خودمون میشه و بعد میتونیم این کار رو انجام بدیم. حالا ما چه کار میکنیم؟ ما داریم در حقیقت، من اینطوری میتونم توصیف کنم، ما یه آموزشگاه آنلاین داریم، یه آموزشگاهی داریم که داریم یاد میدیم به همه که چطوری از سوشال مدیا درآمدسازی کنن، درآمدزایی و به این بیزنس جوین بشه یه انگار به اون آموزشگاه هزینه میده و بیزنس آیدی میگیره و این خیلی جالبه. اون هزینه که بخوای به آموزشگاه بدی تو بیزنس آیدی تو میگیری و بعد میتونی آموزشگاه خودت رو ران کنی. ما اینجا اصلا اینطوری نیست که بخوایم از کسی در به در دنبال کسی را بیفتیم یا بگیم که لطفا بیا نم ران میکنیم کمپینگ های خودمون رو در به صورت گلوبال و هر جای دنیا ممکن اینو ببینن. اینا کمپینگ هایی هستن که اتوماتیک پشت سر ما دارن کار میکنن و کافی رانشون کنیم و بعد به زندگی اون برسیم. بری دنبال بچت کارتو بکنی، خریداتو بکنی، کمپینگ به صورت اتوماتیک ران میشه. ما خیلی از من پرسن همیشه باید لایو بدی، باید بیای جلوی دور بات کنی. من با خیلی صحبت کردم و خیلی دوست داشتم ببینم بقیه خیلی ها هستن که این کار انجام نمیدن. من خودم همون ماهای اول اصلا لایو نمیشدم یا پستایی که میذاشتم به صورت حالا ویدیویی اصلا نبود چون خیلی راحت نبودم جلوی دوربین، ولی بعد از اینکه چک ها میاد و درآمد ها میاد آدم میگه چرا که نه. و اینکه من واقعا بی تو جون یکی دیگه از دلایلی که این بیزینس رو واقعا میتونم بگم ستاپ کردم اینه که دلم میسوزه از دوستان فارسی زبان، حالا یا غیر فارسی زبان، که تو کامیونیتی های مختلف من میخونم مثلا میگن که ما 8 ساعت 9 ساعت داریم کار میکنیم، روپا هستیم، خیلی انرژی ازمون میگیره، آخر ماه باز پیچک تو پیچک داریم زندگی میکنیم. و خیلی برای من شخصا این که در واقع از طریق ما افراد میتونن زندگیشون رو تغییر بدن، چون بالاخره من خودم مادرم، همش فکر میکنم که اون کسی که اون مادری که 8 ساعت 9 ساعت روی پا هست و داره زحمت میکشه برای حالا رشد بیزینس یه نفر دیگه، آیا وقتی که میرسه خونه اصلا جون داره که اون تایمی برای بچه خودش داشته باشه؟ و ماها مهاجرت کردیم اینجا، بچه های ما واقعا حالا خیلی کم، به ندرت ماها فامیلی داریم اینجا، پدر و پدر بزرگ و مادر بزرگ و این چیزا، بچه های من تنها هستن. من به چیزی که فکر کردم این بود که حالا فامیلی من تو ایرانن، هیچ کس اینجا نیست، حالا من بیام نعمت مادر و پدر رو هم از بچه های خودم دریغ کنم، آخه این چه ظلمیه اصلا، پس برای چی من اینا رو به دنیا آوردم؟ به همین دلیل این یکی از مهمترین دلیل من بچه های من و کوالیتی تایم با خانوادم بود. و دوست دارم که کسایی که دارن این لایو رو میبینن، این ویدیو رو میبینن، یه ذره فکر کنن به این که چرا مهاجرت کردن، چون این روش درآمدزایی آنلاین بخصوص فارسی زبانان خارج از کشوره و فکر نمی کنم واقعا کسی باشه که از درآمد زیاد بعدش بیاد، از اینکه بتونه کنار خانوادش باشه بعدش بیاد. خب بیزینس ما مثل هر بیزینس دیگه ای سختی داره، ولی واقعا به بنفیت هایی که داره واقعا اون سختیه هیچی نیست. نکته ای که من میتونم به این قسمت اضافه کنم، فکر کنم این من همیشه اینطوری فکر میکنم و برای دختر همیشه اینو میگم که ببین، ما مهاجرت کردیم و درهای ایدی به روی ما باز شد، تا تو ایران بودیم فیلترینگ بود، محدودیت هایی داشتیم، اصلا نمیتونستیم ارتباط برقرار کنیم، اما اومدیم اینجا، پس واقعا باید مفاهیم و چیزایی که یاد گرفتیم و آپدیت کنیم. کار در ایران فقط به سالهایی که من به حال تو ایران بودم به این مفهوم بود که تو 8 بری 5 برگردی یا 4 برگردی، کار فیزیکی بود و اگه تو آفیسی شرکتی نمیرفتی کار نمیکردی معلوم نبود داری کار میکنی. ولی
ولی اینجا سیستم فرق، ما وقتی اومدیم اینجا دیدیم ملت دارن به صورت آنلاین کار میکنن، مثلا خیلی عادی زندگیشون آنلاین، مواد غذایی که میخرن آنلاین، کاری که میکنن آنلاین. خب کم کم باید دیدمون رو عوض کنیم و ببینیم خب وقتی تکنولوژی اومده و راه‌های مختلف درآمدزایی اومده، چرا ما استفاده نکنیم؟ چرا به سواد امروز، یعنی این، یعنی بتونی خود تو بروز کنی و ببینی دنیا چجوری داره حرکت میکنه، ما هم به اون سوزی قافله عقب نمونیم. حالا دوستان امروز این سیستم نکنم، فردا روز باید برم یه سیستم دیگه رو، چون مجبورن، گریزی ازش نیست واقعا. مولتی بلیون فروش دارن و این داره همینطور همه گیرتر میشه. به هر حال این، بله، یه چیزی خواستم فقط به این مطلب شما اضافه کنم. نکته دیگه در مورد این که خب ما خیلی از من سوال میکنن که چقدر این کار برای ما هزینه داره یا چه سرمایه گذاری. همونطور که گفتم، فکر میکنم اشاره کردم، مینیموم ماکسیموم داره، از 2000 خورده ای مینیموم و حدود 12000 خورده ای ماکسیموم در واقع سرمایه گذاری هست. حتی به صورت اقساط میشه این سرمایه رو انجام بدن، ولی میتونم بگم که درآمدی که شما از این سیستم خواهید داشت، یعنی صدها 12000 دلار وارد زندگیتون میشه. با تلاشی که میذارین، با اعتمادی که به سیستم میکنین، با پیگیری کردن ترینینگ سایت، چون بالاخره بیزینسه، اینجوری نیست که شب بخوابین صبح بلنشین به یه درآمد آنچنانی برسین. و من معتقدم که اگر کسی به شما بگه که سیستمی وجود داره که یه شب شما رو پولدار میکنه، واقعا به شک بکنین، همچین سیستمی وجود نداره. خلاصه که یک پروون سیستمه که به همه جواب میده، هر کسی با هر سطح تحصیلات، تجربه، دانش از سراسر دنیا، البته به غیر از ایران و افغانستان، میتونه درآمد آنچنانی بسازه. هر عدد و رقمی که توی ذهنتون باشه میتونید در واقع بسازید. افرادی که دارن نگاه کنن فکر میکنن که ما داریم اغراق میکنیم، ولی وارد دوره آزمایشی که ما بشین توی گروه میبینین همه این درآمدهایی که شیر میشه و درآمد همه ریل هست، چون هر منتور یا کوچی از درآمد اعضای گروهش خبر داره از طریق سیستم و کسی اجازه نداره اصلا درآمد غیر واقعی رو شیر بکنه، جزء پالیسی کامیونیتی ما نیست. به این ترتیب در واقع فکر میکنم، حالا شما اشاره کردی به فرانچایز، در واقع سیستم نوعی فرانچایز، ما خودمون دنبال در واقع خرید فرانچایز حالا تیم هورتونز یا چیزای این چنینی بوده و واقعا قابل مقایسه نیست. 12000 تا کجا، مثلا 300-400000 دلار کجا برای خرید یک فرانچایز، یک پکیج کامل برای تغییر همه جانبه زندگی این سیستم. من گفته بودید وقتی اولین دفعه با شما صحبت کردم، حتی لایواتون رو دیده بودم، اما بعد از اینکه وارد این دوره آزمایشی شدم، واقعا دیدم نه، این اینا فکری نیست و یه چیزی نیست که حالا شما شاید یه عدد رقمی اضافه شاید گفته باشید، دیدم نه، این واقعیت داره. و به قول شما هر کوچی میدونه، کسایی که حالا دانشجوها، کسایی که وارد تیمش شدن، چقدر در آوردن و نمیتونه چیز بی خودی باشه. بله، و تو برای آزمایشی من خیلی، یعنی بیشتر تحقیقاتم اونجا انجام دادم و خیلی چیزا فهمیدم که بلافاصله به شما گفتم من میخوام جوین بشم. حالا شد، میشه بیشتر توضیح بدین که تو دوره آزمایشی چه اتفاقاتی میفته؟ کلا بذارین از اول بگم، کسایی که حالا میخوان از طریق ما استارت بزنن، مرحله اول اینه که وبینار رایگان رو ببینن. البته که تو وبینار رایگان یه سری اطلاعات جنرال باهاشون شیر میشه در مورد کاری که انجام میدیم، ولی اطلاعات کاملتر همه توی دوره آزمایشی هستش، با کمپانی ها و پلن ها آشنا میشن، ایمیل هایی براشون ارسال میشه، ویدیوهایی براشون ارسال میشه، یه سری ویدیوها به زبان فارسیه، یه سری ویدیوها به زبان انگلیسیه، با کوچشون میتونن میتینگ داشته باشن، باز اطلاعات کاملتر بگیرن، توی کامیونیتی هایی که داریم میتونن جوین بشن، درآمد و تجربه افراد گروه رو ببینن
و یک ماه فرصت دارن که فکر بکنن، تصمیم بگیرن که آیا اصلا این سیستم به دردشون میخوره، دوستش دارن، میتونن باش ارتباط برقرار کنن یا نه. اگر که استارت بزنن که این 149 دلار هزینه که میپردازن وقتی که وارد دوره آزمایشی میشن، این هزینه میشه برای تمام تولزها و ابزارهای لازم برای ستاپ کردن این بیزینس، مثل ایمیل مارکتینگ، فانل فروش، دسترسی به ترینینگ سایت. و اگر نخوان استارت بزنن، همونطور که بارها گفتیم 149 دلار در مدت یک ماه قابل ریفاند هست و میتونن پس بگیرن و برن دنبال زندگی خودشون، حالا یه روش دیگه اگر که فکر کنن روش دیگه ای که هست که بهتر باشه. ولی تجربه من ثابت کرده بی تا جون، از هر 100 نفری که ریفاند میکنن 80 نفر بعد از یه مدتی برمیگردن، حالا 2 هفته بعد، 1 ماه بعد، 3 ماه بعد، بالاخره برمیگردن، چون واقعا سیستمی بهتر از این سیستم وجود نداره. یه نکته دیگه بحث بازنشستگی، درآمد بازنشستگی هستش. میشه لطف کنید در مورد این پتانسیل خوب شرکت هم صحبت کنید؟ آره، اینم یکی از در واقع بخشای خیلی جذابی بود برای خودم و برای خیلی های دیگه، که ما توی این سیستم به یک رنگ و لولی که برسیم میتونیم علاوه بر تمام کامیشن هایی که دریافت میکنیم، از لایف تایم بونس که حالا ما اسمش رو گذاشتیم درآمد ثابت بازنشستگی، به صورت ماهانه برخوردار بشن. مینیمم 5000 دلار هست، ولی یک فرد میتونه چند تا آیدی داشته باشه و در واقع ماکسیمومش 25000 تا از هر آیدی میتونه دریافت بکنه در ماه. و گفته میشه که اگر افراد توی این سیستم واقعا جدی باشن روی بیزنسشون کار بکنن، بین 3 تا 5 سال طول میکشه که به این درآمد برسن. خیلی ها رو داریم که حتی 18 ماهه، 24 ماهه به این درآمد ثابت بازنشستگی رسیدن و دارن حالش رو میبرن. حالا سارا جون، اگه یکی نتونه سرمایه اولیه رو پرداخت کنه، آیا راهی هست که بتونه این مشکل رو حل کنه؟ راستش نه، آخه سرمایه اولیه اون 2000 خورده ای فکر میکنم دیگه کسی از پسش بر نیاد واقعا. و از ضمن این که گفتم حتی میشه فایننس کرد، البته در شرایط خاص میشه این کار رو انجام داد. و همیشه فکر میکنم مثلا ماها وارد میریم کاسکو، میایم بیرون میبینیم یه عالمه چرت و پرت خریدیم بدون اینکه مثلا خیلی مفید باشه تو زندگیمون، 600-700 دلار هم خرج کردیم. حالا حداقل توی این بیزینس میتونن افراد یه ذره صرفه جویی کنن، یه چیزایی رو فاکتور بگیرن بذارن کنار برای اینکه بتونن این بیزینس رو استارت بزنن. اینطوری در مورد اون فاینانسینگ بود، البته اشاره کرده بودین، بیشتر اگه توضیح بدید ممنون میشم. فاینانسینگ در مورد فاینانسینگ، خب هر کشوری در واقع یک شرایط خاصی داره برای اینکه بخواد بیزینس رو از طریق فاینانس شروع بکنه. در هر حال اگر کسی نتونه اون بودجه اولیه رو به صورت نقد پرداخت بکنه، حالا بک‌گراند پیمنت های قبلی اگر خریدی به صورت فاینانس داشته باشه، کردیت چک میشه ببینن خوش کردیت هست یا نه، که بتونن این آپشن رو در اختیارش قرار بدن. ولی در هر حال دوستان عزیزی که دارین بیزینس شروع کنین، این بیزینس هستش و جاب آفر نیست و هر بیزینسی نیاز به سرمایه گذاری داره. و خب ممکنه که یه بیزینسی شما یه سرمایه کوچولو بذارین یا یه سرمایه بزرگ بذارین و انتظاری یک درآمد محدود داشته باشین، بیشتر از اون دیگه پتانسیل نداشته باشه که بیشتر بشه. ولی واقعا تو سیستم ما اینطوری نیست. میگم بارها گفتم یک سرمایه رو میذارین و انتظار درآمدی که خواهید داشت میتونه هر عدد و رقمی باشه که توی ذهنتون هست. این شما این که میسازین اون درآمد رو. خیلی ممنون از وقتی که گذاشتی سارا جون. من الان ندارم، فقط این که اگه بخوایم این لایو رو جمعش کنی، کسی اگه علاقه من باشه کار رو شروع کنه، اولین قدم چه خواهد بود؟ شما بفرمایید. اگر خارج از ایران یا افغانستان هستین، یا کافی فقط به ما مسیج بدین، یا اینکه از طریق لینکی که میذاریم رجیستر بکنین، لایو رو ببینین یا تکرار لایو قبلی رو ببینین، وارد دوره آزمایشی بشین. مهمترین در واقع استپ اینه که وارد دوره آزمایشی یک ماهه ما بشین، چون تا زمانی که وارد نشدین همه در واقع اون شک و شبهه ها و سوالاتی که دارین در حد همون سوال میمونه و
جوابشو نمیگیرین. اینه که وارد بشین واقعا لایف چنجینگ هست. ما اغراق نمی کنیم این بیزینس رو، در واقع شو نمیدیم، فقط یه چیزی گفته باشیم. واقعا زندگی همه رو میتونه متحول بکنه. من چند روز پیش همونطور که استوریامو دیدین توی سفر بودم و خیلی برام جالب بود که توی سفر وسط هفته آدم میتونه سفر بکنه و درآمد هم داشته باشه، چون همینجور در واقع حالا سیستم هی نوتیفیکیشن میداد یا ایمیل های دریافت میکردم از کمپانی و واقعا فوق العاده است. این سیستم واقعا تکه، وجود نداره، بهتر از این سیستم وجود نداره. اینه که ماها ریل هستیم و تو سوشیال مدیا اگر ما رو سرچ بکنیم، من خودم 4 سال و نیمه که در مورد این بیزینس در واقع دارم حرف میزنم و همه دیگه فکر میکنم بدونن اصلا در مورد این سیستم ما چی داریم میگیم. اینه که قدم بزرگه رو بردارین و هم زندگی خودتون رو تغییر بدین، هم چند نسل بعد از خودتون رو. یا خب خیلی ممنون، نکته نمونده که شما. نه عزیزم، خیلی ممنون از این که دعوت کردین، امیدوارم مفید بوده باشه برای دوستان. حتما بوده. مرسی ازتون و روزتون. مرسی از همه که تماشا کردین. خداحافظ. خداحافظ.